سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو چه کوکتل تی خوش اومدید به یک ویدیو جدید قرار با هم بررسی کنیم یک سری از رمز و رازهای موزیک ویدیو تازه دو و بیگ بنگ از سروشی پاولوجیس و چی شد که دوباره سروش برگشت با شروع و دعوت به بیف پوری و این داستان رو با هم بردن جلو اما قبل از سر ما ما حتما کانال سابسکرایب کنید اگر ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگر حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم این ویدیو رو داشته باشیم خب اول از همه میخوایم برگردیم به دو سال خورده پیش جایی که سروشی پاپولجیس یک موزیکی داد که کاورش هم به این شکل بود به اسم آدم فضایی و اون آدم فضایی رو داریم پشتش میبینیم این آهنگ اینجوری شروع میشد که میگفت من کیم آدم فضایی واسه رب شدم از خونه آدم فراری که تو آهنگ های جدیدی هم که داریم ازش میبینیم این تقابل بین علم و گانو حالا این شخصیت رپی بودنش و اون شخصیت دکتر بودنش و از نبز و توی خیلی از ترک های دیگه دیدیم تو آلبومش که حتی مامانش دوست نداشت یا حتی دوباره تو این ترک جدیدا که میگفت ازم میخوام باشم گوتی که علف نمیخوره و همون رپری که از رپ به نوعی به دوره و این داستان رو داشت و راجم این خیلی صحبت میکرد که از یکی از ترکا هم که خیلی باش با بول شد این بود که اصلا کریر هیپوپولوژیست اینجوری شروع میشه که یک آدم فضایی که به خاطر رپ از خانواده‌اش فراری شده و خیلی اون شخصیتش رو دوست دارن و شخصیت دکتره رو دوست دارن مثل خانواده‌اش و این داستان‌ها ولی خب یک شخصیت بایپولاری داره و بین این دوتا گیر کرده هم اون علمه و همین گانه که موزیک‌هاش هم اومد این چند روز و حالا چه رسمه آهنگ بیگ بنگ بود نمیدونم میتونه برگرده به این داستان که حالا این تقابل دو تا سروشا به هم یک انفجاری و شکل داده که شده یک رپر اینجوری که مارکت رو عوض کرده مثل اون داستان بیگ بنگی که تو علم هست و یکی از هایی که بهش میگن آقا دنیا اینجوری شکل گرفته و یکی از فرضیه ها و نظریه هایی هست که دنیا اینجوری شکل گرفته اون بیگ بنگه حالا یا اینه که به نظر من احتمال زیاد اینه یا اون داستان به هر حال بیفی که داره با پوری یا بیگ بنگ شاید باشه و هایپ داستان حالا اینجا که دارید میبینید این تتو آدم فضایی که سوریشی پاپولوژیس داره و توی خیلی از شعراش هم اشاره کرده و به جز اون گوت بودنه یکی از به حال امضاهای دیگرش و اون اسمایی که خودش به خودش میگه این آدم فضایی است که فرق داره با همه که تو بعضی از شراش هم گفته برای مثال که چین زوچیوو میاد رو تتو آدم فضایی حالا ما میریم سراغ کدوم ترک ترک تازه دومادا و موزیک ویدیوش که توی شروع این موزیک ویدیو یه سری آدم فضایی توی دشتی میان پایین که همین دشته باعث شد که من یکم یک تحقیق کنم این ویدیو رو بسازم و برم تازه دو مادار رو ببینم چرا؟ چون توی ویدیو جدیدش تو همین دشته رفته سوریشی پاپولیجیست حالا اون آدم فضایی که میان پایین میاد جلوی کم به هر حال اولین صحنه آدم فضایی که خیلی مشکوکه و استرکتور ما ببینیم تو این پاتروله اونجا که داره میگه نمیکشیم ولی میپیچیم باترولو گنده باشیم میکنیم تای پاترولو ما اینجا یه ای آدم فضایی تو ماشین داریم که به نظر میاد خف شده و دستاش دستبنده روی بار بعدی که میگه میکنیم تای پاترول آدم فضایی رو داره میکنه تای پاترول که این آدم فضایی میتونه کی باشه سروشی پاپولوژیست این آدم فضایی کیه همون آدم فضاییه که پشت سروشی پاپولوژیست بود میایم جلوتر ما خب دیده بودیم توی بسکش که این تصویره که اون زمان که داشت دیس میکرد و بیفشون تازه شروع شده بود به این شکل خیلی جدی این گوتر رو بغل کرده بود ترک بسکش رو داده بود اینجا این صحنه که توی تازه دوماده داریم یه عالمه بچه بزن که این آقای آدم فضایی مثل نمیدونم داره اینا رو کنترل میکنه یا از سوینا میخواد انتخاب کنه که شاید این گوته همون سوریشی پاپولوژیست باشه اینا همه تئوری توت اسا ولی خب من فکر میکنم آکیو خیلی هوشمندانه با ویدیو دیس کرده سروش و علاوه بر تیکایی که حالا پوری مینداخت که تو ریاکشن ها با هم رفتی میتونید به ریاکشن ها رو ببینید اینجا هم که حالا اون قسمت جیمشه که حالا تیکام انداخت بهش سروشی پاپولیس اما یه نکته مهم دیگه داریم اینجاست که دو تا از بادیگارد های پوری زمانی که ویدیو داره شروع میشه پوری رو مذبع خودش رو به تخت پادشاهی موزیک خودش نشسته و یک علامتی اون پشت داریم که چند تا اسپیکر رو هم هستن و اون مذبه اونه که به نظر میاد این آدم فضایی اومدن پابوسی گاد خدای موزیک ایران که اونجا توی پشت صحنه دارن اینجا زد و بند میکنن با دو تا از بادیگارد های گادپوری که دست چپ و راستش هستن توی اون قسمت مذبحه و سلامتی دارن میزنن این آدم فضایی ها و همونطور که میبینید این یکی از اون صحنه های دیگه است که کامیار بامداد اینجوری داره این نشانه احترامی که مال ویدیو یعنی فیلم استار ترک هست و نشون میده و یه کیفی هم دستش گادم اونجا لش کرده چون به حال اینا اومدن مذبحش و خیلی ریلکس اونجا نشسته اینجا این هولی ای که می‌بینید روش میشه زد و بند و اینها این, آدم فضایی علاوه بر اینکه احترام میذارن به پوری اینجا با پوری هم میبندن و یک بوسه ای میزنن بر این پرچم زد و بند که یه جورای انگار با اینا بستن اومدن پابوسی پوری همونطور که میبینید اینجا حتی دارن به مذبحش دعا هم میکنن و اون دوتا بادیگارده که سلامتی هم به هاش زدن و اینجا حالا این کیفه رو میدن که کیفه نمیدونم داستانش چیه شاید برمیگره به همون که کردنش تو پاترول که همون آدم فضایی سروشی پاپولوژیس باشه و اینم هم دوباره همون پرچم زد و بند رو میبینیم. که اون پرچم زد و بنده و دوباره این بوسهه بهش و اینجا یک پیرنی تن اینها میکنن که جور اینا آدمای ما ان حتی اون آدم ها رو دیگه یه ما گرفتیم دیگه آدم ما شدن دیگه با لباس ایرونی و تو این آخره به حال ویدیو هم که کم فانه که دلیلشو نفهمیدم نمیدونم شاید گاد دستشون عصبی بوده که اینا قبل با هم بسته بودن ولی این دوتا آدم فضایی ها و اون دوتا تا ها در میرن و میرن در فضا حالا میایم توی ویدیو بیگ بنگ این لباسی که حالا لباس خلافکارانه طوریه که پوشیده سروش هیپاپولوژیست خیلی شبیه لباس اون دوستمونه که کردنش تو پاترول همونطور که اینجا دارید میبینید دستکش هم داره اتفاقا و حالا این اون صحنه مشکوک که حالا درست داره صداره اون داستان تقابل علموگان و اون سروش دکتر و هیپاپولوژیست داره نشون میده که به هر حال احتمالا اون گانه برده چون یه زمانی هم رپ و گذاشت کنار که بره سمت تبابتش ولی خیلی طولی انجامید و به نظر میاد که خود سروش اصلی اون شخصیتش بیشتر به سمت این گانه میچربه که دفعه اومد گفت آقا ما اشتباه کردیم بیا با گانه میایم بالا سر اینجا می عکسی که داریم خیلی من ایسترک از سوی موزیک ویدیو بیگ بنگ نگرفتم ولی به نظر می اومد یه این سری جواب بدن یه جورایی خب ما اینجا لوند رو داریم که شبیه اون در اومده سروش همونطور که تو بارش هم میگفت تو آهنگ آهنگ هم خیلی باله هرچی خیلی شل شروع میشه و هر چی میاد جلوتر هایپ تر میشه و هایپ قسمتش قسمتیه که به هر حال تیکایی به پوری هست حالا تو این ویدیو ما دو تا پاترول هم داریم که اینا البته دارن باش میرن دزدی که نمیدونم این هم شاید یک داستانی بشه و حالا اینکه پک هاشون رو خیلی تبلیغ میکنن و پک ما از زمان شوتی داشتیم که به عنوان محموله خودشون آکیو اینا رو داشت نشون میداد خب بچه‌ها هم این کارو کرده بودن همونطور که می‌بینید عکس گیزم اون رو هست و خیلی ها هم زمانی که بسکش اومده بود به هر حال اونجا که داشتن با هم قاطی میکردن اون موادهای شیمیایی رو و فیلو در می آوردن میگفتن که خب این خیلی شبیه گیزه شون چون تو گیزه هم همچین کاری رو داشتن میکردن که اونم خودش به هر حال یک رفرنسی بود به فیلم یعنی سریال گریکین بعد و آلبوم نسخه رو دیم حالا این قطاره رو من نفهمیدم جلو شومینم با این قطاره بازی میکنه شاید چون گنگ سریه که بچه باهاشه این مال اون هست و خیلی رفرنس بیشتر توی کلمات بود و هایی که مینداختن توی موزیک ویدیوی من ندیدم حالا شاید موزیک ویدیو دیگه هم داشته باشن مال علم و گام ولی بیگ بنگر رو ویدیو کرده بودن اما به هر حال اون شاتی که تو همون دشتی بود همون تپه ای بود که پوری گرفته بود بچه ها گرفتن این باعث شد که من بخوام برم و تازه دومادا رو از اول نگاه کنم و اونجا متوجه این داستان بشم که 100 درصد از این استرگا دارن خیلی استرگ داشت تازه دو مادا خیلی و اینها چیزایی بود که به این مسئله رپ داشت و یه سری سوالو مطرح میکرد که آیا اون آدم فضایی سوروشی پاپولوژیست بوده با توجه من اینکه هم بچه گوتر رو نشون میداد که ما قبلا داشتیم هم آدم فضایی هره که به هر حال کردنش عقب پاترول و بستن با بقیه آدم فضایی که شاید سر اونا باشن و شادم سروش پاولچیس پاسه همه میگه که تو آدم فروشی من خلافکار نمیدونم اینا همش یه مش سواله و یه مش تئوریه که اینها به ذهن من رسوند که 100 درصد همه اینا جواب داره و الکی نیست میخواستم اینا رو مطرح کنم و ببینم نظر شما چیه و به چه نتیجه میتونیم برسیم و تو کامنت ها با هم یکم راجع راجبش بحث کنیم خلاصه این بود از این ویدیو و این درگیری بین پوری و سروشی پاپولوژیستی که به شدت داستان داره و دم آکیو هم گرم که با ویدیوهاش هم داره دیس میده چون آکیو هم یکی دو جا وارد بازی شد و اینها داره از این استفاده میکنه ولی خب توی پروژه ویدیویی به نظر من پورینا بهتر بودن حالا این آهنگی که سروش برگشته خیلی خشنتر نشونش میداد و خب ما داشتیم دیگه خیلی داشتن همو نمیدونم شاید یه دلیلی که هست انقدر به هم دارن چون بعضی هم میگن آقا این بسته شده است و پوش با هم بستن و این حرفا ولی من فکر نمیکنم فکر میکنم اون هایپ نسل چهاره که دیگه اون نسل چهار هایپ نیست و به حال دو نفر توشون انقدر بولد شدن و خودشونو کندن از نسل و اون جرقه بیفشون و انفجاری که داشت و اصلاً باعث شد که دوباره همه موزیک بدن بعد اتفاقات پارسال و اینها فکر میکنم که هایپر میخوان اینجوری نگه دارن و شاید هم سمت دیگه ببرن و خیلی هم بالا پایین داشت حالا این بیفه و هایپی که ایجاد میکرد ببینیم چجوری میشه ولی خب مشخصا ما داریم دوباره این بیفو ولی من فکر میکنم که بهتره که روی ترک با هم باشن یک رقابت کنار هم تو جدا جدا و خیلی بازی میتونه عوض بشه و از یا پوتک خواهش میکنم یه کسایی که میبینن واسهش بفرستن یا حالا به گوشش برسونن که بیاد و اسپانسر همچین داستانی بشه یه جورای بوشیدو دو یا نمیدونم نبرد شمال یا همچین چیزی بچه رو روی یه ترک باشن خیلی اوضاع فرق میکنه یعنی یک رقابت کنار هم غیر دوستانه یا یعنی شاید هم یک رقابت دوستانه کنار هم خیلی میتونه متفاوت تر باشه چون الان فکر میکنم خیلی دیدیم بالا پایین شده حالا سروش به دنبال انتقامه به نظر من اما اون میتونه خیلی بازی رو بیشتر عوض کنه حالا باید ببینیم چه جوری میشه صد درصد که داریم مطمئنم توی فیلم تیکر رو داریم کپسول دو هم احتمال اومدنش هست با توجه به اینکه قسمت های از آلبوم های قدیمی رو داشت نشون میداد که پک فیزیکی بود بر خلاف موزیک ویدیو دیگهشون که آلبوم جایدار رو نشون میدادن اینم خودش میتونه یک تامزاپی باشه واسه اینکه کپسول دو هست شما داشتیم به حال توی کاور المو هم میدیدیم یکی از کپسولو... که اون کپسوله هم همون سروش علمی است که یکم آرومتر و اینها هم بود کپسول دوه شاید اینجوری نباشه و سروش گان باشه حالا خلاصه باید ببینیم چه جوریه؟ این بود از تمام پیش بینی های من و سوال هایی که داشتم و حرفایی که بود دمتون گرم است که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید نظرتون تو کامنت بنویسید لایک یاتون نره خیلی مهمه کامنت انگلیسی یاتون نره خیلی مهمه دمتون گرم امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه تا ویدیو بعدی سی